خب جون جونیا، حلقه ها و انگشترها و کلن اکسسوریز ریبر آیلندم رفت توی حراج 50%، مثلا این 13 پونده الان شد 6.5 پوند. امیدوارم که این حلقه ها از طرف پارتنراتون به شما تقدیم بشه، جواهر نشون باشه، چه بهتر بدلم باشه اما با عشق باشه هیچ فرقی نداره. یه حلقه طلایی اسم تو روش نوشتم، میخوام بیام دستت کنم بیای تو سر نوشتم. به 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 به، اینم از گوشواره ها بگیرید برای سر عقدتون. هیچ اهمیتی نداره که بدل باشه یا نه، مهم اینه که با عشق باشه. اینا البته نرفته تو حراج، اونایی که رفته بود تو حراج بهتون نشون دادم. این طلا هم رفته تو حراج، اینم طلا سر عقدتون باشه. به به، 20 پوند بوده شده 10 پوند. اما بازم به نظر من هنوز گرونه. نه نمیدونم، من اینجوری فکر میکنم، شاید به خاطر اینکه تل سرمو درد میاره. و شما به ندرت دختر پارسی رو با تل خواهید دید. بیایم سر اینا که یک کلاغه که از اینا خیلی خوشش میاد، برق و برقیه دوست داره. این قیمتشون قبلا وارسی کردم میدونم، 25 پوند بوده الان 12.5 پوند. خب این به نظر من از اون انگشترها خیلی بیشتر میارزه. اینجوری حالا نگاه کن، خدایا نمیخواست بره تو این چند. اینم خوشگله، خیلی زشته که دختر پارسی سلیقه‌شو میدونین. آهی میگم این زشته اون خوشگله، ممکنه شما یه چیزی خوشتون بیاد و ممکنه اصلا خوشتون نیاد. این 14 پوند 7 پوند هم خب میارزه، 7 پوند خوبه، یعنی توی انگلیس که بدل اینقدر گرونه 7 پوند به نظر من مفته. این چنده؟ 50% تخفیف، 15 پونده میشه 7.5 پوند. خب اینا خوبه، اینا خوبه، این خوبه، انگشترها گرون بود. اما خب اگه قرار باشه که بیاد توی پاساژ ازت خواستگاری کنه با این حلقه، چرا که نه؟